سلام، من میلادم و اینجا MDNه. سلام، منم نگارم. خوش اومدیم به کانال خودتون. بچه ها امروز اومدیم با اجباری خلصه و بهتره که زیاد حرف نزنم چون که میترسم چیزای خوبی نگم. بریم آهنگو گوش بدیم. نه درس بگو. نه آقا نمیشه، میدونی نمیشه قضاوت کرد همه رو. نمیدونم ترجیح میدم چیزای خاصی نگم. بریم آهنگو گوش بدیم. بسمه مامان میشه تحویل بگیرن؟ میشه بدیم؟ نمیدونت خواست. Yeah. اعتراف اجباری، اختناق اجباری، عشق ما مجباری تو اجتماع فشاری. میخواد ببره بهش به زور، ولی اونی که میکشین یه فرشته بود. اعتراف اجباری با حجاب اجباری، قصه های تکراری تو انقلاب اجباری. میخواد ببره بهش به زور، ولی اونی که میکشین یه فرشته بود. دقیقا مهمترین مشکل ما همینه که به زور ما رو میخوام به بهش ببرن، یعنی همه چی شاید به این خلاصه بشه، ولی شاید با حجاب شروع شده باشه، ولی دیگه الان خواسته مردم فقط حجاب نیست، کلا همه چی عوض شده دیگه. همه چی عوض شده نه، کلا میخوان که همه چی عوض بشه. همه چی بالا تا پایین. همه چی فقط در حجاب نبود که همیشه، همه چی. آره، ولی حجاب یه گوشه ای از به نظرم الان همه دارن یه طوری چیز میکنن که البته اصلا منظورم با خلصه و یاهنگ نیست. اصلا یه دفعه اینو شنیدم یاد این افتادم که الان احساس میکنم حکومت به جای رسیده که میگه آه مشکلتون حجاب، خب حجاب رو حلش میکنه، ولی دیگه مردم مشکلشون فقط حجاب نیست. بریم بقیه رو گوش بکنیم. ما بچه های نسل اختلاس، تا دست اسکناس، تا دست هر کی دیدیم فهمیدیم که وصله به سلاح. وقتی بی پولی میداد ما رو استرس بگو، وقتی دروغ بودن تو کتاب و نصف قصه. بریدیم ایران رفتیم سمت کانادا، تازه دیدیم شدیم همشهری بچه ها جاقا. اون تو بنزش بود و ما میکریم با حسرت نگاه، گفتم توف تو ایران داده حال همه رو بگاه. اختلاف اجباری خسته شدم من، فقط یکم رپ کردم تجاری، از عشق و حال خوندم، از خوشبختی آزادی، خوشحالی ماها آخه به کی رسون آزاری. ولی با تون کر خیابون و خون جای بوسه ها س... چه؟ نمیدونم، حالا شاید ادامه رو گوش بدم نظرم عوض بشه. خوشبختی و چیز کسی رو ناراحت نمیکنه، خوشبختی شما آسیب هم نمیرسونه. دقیقا باید همه جوان ها اینطوری باشن، ولی نمیدونم، شاید اصلا به اینجا ربطی نداشته باشه، ولی من انتظار خیلی بیشتری حتی اقل از خلصه داشتم. بقیه رو اصلا کار ندارم، ولی از خلصه خیلی بیشتر از اینا انتظار داشتم. نمیدونم، شاید من انتظارم زیادی بود، ولی خیلی بیشتر انتظار داشتم. ساچمه بود تنها رو سوزون، تاجی میگفت نکشتیم خودش مرد، در خونه ماها در میا گل سر. اینجا تنها راه زنده موندن اطاعته، صدا تو نمیشنوه کسی یا که نتاقته، کسافته، ولی بازم ایران ماست، فردای آزادی رو میسازیم رو ویرانه ها. اعتراف اجباری. نه کامل اینجا واقعا خب آدم یه اشتباهی میکنه باید چیز کنه دیگه. من فکرم الان مخواد فقط به حجاب ربطش بده، ولی وقتی اینجا میگه فردای ایران رو میسازیم آره بعد آزادی، واقعا خب اشتباه کردم، اول باید بپذیرم اشتباه کردم، عجله کردم. اختناق اجباری، عشق ما مجباری تو اجتماع فشاری. میخواد ببره بهش به زور، ولی اونی که میکشین یه فرشته بود. اعتراف اجباری با حجاب اجباری، قصه های تکراری تو انقلاب اجباری. میخواد ببره بهش به زور، ولی اونی که میکشین یه فرشته بود. آره جی دیگه وقت زور گفتن تموم شده،
بچه آزادی میخوان. خوب بود آره، خوب بود، خوب بود و از خلصه به نظر من خیلی البته نباید کلن انتظار داشتن چیز به جایی نیست. من اولش انتظارشم از همه ولی آره. الان نه، کم کم آدم آقا الان میدونیم به جایی رسیدیم که آقا دیگه ما نیازی نداریم، هر که اومد طرف ما خوش اومد، نیومدم اصلا مهم نیست دیگه، خودشون کم کم میان همه. ولی نمیگم چطوری بگم، من از خلصه خیلی خیلی انتظار داشتم که زودتر و یعنی بترکون پشت بچه ها باشه از همون روز اول. حالا نمیدونم چرا آهنگی منظورته یا کلا من آهنگی استوری نمیدونم پوست اینا خیلی منتظرش بودم چون من خیلی خود میدونی خلصه رو دوست دارم. آره. آهنگاشو آره. یوتیوبشون رو خیلی دوست دارم، خیلی نگاه میکردم اصلا هیچی ندیدم. حالا تو میگی آره نه گذاشت ولی من ندیدم راستش، دیر و به جا نبود به نظر من، دیر بود ندیدم و انتظار داشتم یعنی آره آره نه خیلی به نظر من کم کاری کردن دیگه، ولی راستش از هیچ که انتظاری ندارم، اینو میدونم که انتظار داشتن چیز علکیه، هر کسی دلیلای خودشو داره، ولی تمام هنرمندا رو قبول دارین، اگه کسی قبول نداره بگه، هنرمندا رو مردم بزرگ کردن دیگه، اگه مردم نباشن هنرمندا واسه کی میخوان برنامه اجرا کنن؟ وقتی مردم پشت هنرمندا بودن همیشه، هنرمند نباید پشت مردم باشه. دقیقاً آفری. الان منم همینو میگم. میگم ما همیشه ویدیوها رو نگاه میکنیم، آهنگاشون رو گوش میدیم. الان من همینه دیگه. هی میرم نگاه میکنم ببینم چی گذاشته. یا میرم هیچی نیست. زدال میخوره. قشنگ خیلی من خیلی ناامید شدم. خیلی ناامید شدم آخر. یعنی من ویدیوهاشون رو خیلی دوست داشتم، آهنگاشون رو دوست داشتم. خیلی درست. دل سرد میشه آدم. دقیقاً. وقتی تریبون داری حالا هر کسی حتما نباید آرتیست خواننده و نمیدونم آره هر کسی که تریبونی داره شناخته شده است دقیقاً الان وقتشه که کمک کنه، مخصوصا الان که بچه‌ها دیگه واقعا دیگه گرم که هستن پشه مردمشون الان واقعا بچه‌ها مخصوصا امروز شنبه فکر کنم خیلی سخت گذشت امشب به بچه ها، چون دیگه اصلا قشنگ دارن میکشن، یعنی قبلا میکشن میگفتن نکشتیم الان دیگه قشنگ نمیدونم، بهتره که همینجا ویدیو رو تموم کنیم دیگه، بچه همه خبر دارن دیگه. دقیقا تا فردا میتونیم درباره این چیزا حرف بزنیم و قصه بخوریم، کاری هم از دستمون بر نمیاد. قشنگ بکنم قیافم معلومه خیلی من علکی میخوام. دقیقا ما دوتا که دیگه کامل افسرده به تمام معنا، نمیدونم، خوشحالم که تا آخر ویدیو با همراه بودین، تا ویدیو بعد خدافظ. خدافظ.